سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز اومدیم به یکی از قدیمی ترین محله های تهران، همون قسمتی که روی نقشه میبینید و کادر قرمز رنگ داره. اینجا میدون منیریه است، توی محله منیریه که میتونم بگم یکی از مناطق مرکزی تهرانه. تو این ویدیو میخوایم این محله زیبا رو با هم دیگه ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز یک شنبه است و ساعت هم حدود 6 غروبه. محله منیریه یکی از قدیمی ترین محله های تهرانه که اینجایی که ما هستیم مرکز خرید وسایل و لباس ورزشی توی تهرانه که حتما مثل ویدئوی قبلی به چند تا از فروشگاه ها میریم و قیمت لوازم ورزشی و لباس هاشو بهتون میگیم. قبل از اینکه درباره قدمت محله منیریه توضیح بدم، بگم که یکی از بهترین مسیرها برای اومدن به اینجا استفاده از ایستگاه مترو منیریه توی خط 3 مترو تهرانه. همین ایستگاهی که داریم می‌بینید که تقریباً توی سالهای اخیر افتتاح شده. این خیابونی هم که از وسط محله منیریه میگذره خیابون ولیعصر یا خیابون پهلوی سابقه. بریم اون طرف خیابون رو هم با هم ببینیم. همونطور که بهتون گفتم اینجا بورس فروش کفش و لوازم و لباس‌های ورزشیه. این فروشگاه هم کتونیاشو اینجا گذاشته که فکر می‌کنم کیفیتش از کتونی‌های داخل مغازه کمتره و تخفیف هم گذاشته. قیمتشون از 250,000 تومان تقریبا شروع میشه تا 350,000 تومان که به دلار میشه حدود 8 دلار تا تقریبا 12 دلار.
این خیابون هم که داریم میبینید ابتدای خیابون ابو سعیده که اگه این خیابون رو ادامه بدیم به بازار اصلی تهران که همون بازار 15 خرداد میرسیم. راجع به قدمت محله منیریه بهتون بگم که قدمتش برمیگرده به زمان قاجار و این محله در دوران قاجار یکی از محله‌های عیان نشین تهران بوده. نام این محله رو هم از نام منیرالسلطنه مادر کامران میرزا که پسر سوم ناصرالدین شاه قاجار بوده گرفته شده. دلیلش هم این بوده که منیرالسلطنه یک امارت و یک باغ زیبا تو این محله داشته. اینجا هم یکی دیگه از ورودی‌های متروی منیریه هست. یکی از معروف‌ترین پاساژهایی که تو این منطقه است پاساژ کاوه است که بریم داخلش رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که داریم می‌بینید تو این پاساژ میتونید انواع کفش‌های ورزشی و لباس ورزشی رو ببینید و بخرید که بیشتر به درد کسایی که فوتبال بازی میکنن میخوره. من از این فروشگاه که سوال میکردم راجع به قیمت کفش ها تقریبا بین 300 هزار تومان تا حدود 4 میلیون تومان بود که به دلار میشه حدود 10 دلار تا 130 دلار که خب بستگی به کیفیتش و اون جنس و برندی که داره قیمتاش متفاوته. Thank you.
مثل همیشه برسیم به قیمت آپارتمان و مغازه تو این منطقه. از سایت‌های فروش خونه که نگاه می‌کردم، قیمت هر متر آپارتمان تو این محله حالا با توجه به سن ساختمون و امکاناتی که داشت از متری 30 میلیون تومان تا 45 میلیون تومان بود که به دلار میشه حدود 1000 تا 1500 دلار. یا برای اجاره یک آپارتمان 80 متری نوساز حدود 670 میلیون تومان باید سالانه رهن میدادین که به دلار میشه حدود 22300 دلار. یا برای اجاره یک مغازه 45 متری تو این منطقه باید حدود 250 میلیون تومان پول پیش و ماهی هم 28 میلیون تومان اجاره بدین که به دلار میشه حدود سالانه 8300 دلار و ماهی 900 دلار اجاره. اینجا هم وسایل مربوط به کوهنوردی و کمپینگ رو میتونید ببینید که پایین‌تر برم بهتون نشون بدم. کلن از نظر تنوع میتونم بگم بهترین جا توی تهران برای خرید کیف و کفش و لوازم ورزشی منیری است. اینجا هم یه فروشگاه معروفه که بریم قیمت لباساشو ببینیم. قیمت این کتونی 2,900,000 تومانه که به دلار میشه حدود 96 دلار. این یکی کتونی هم 3,800,000 تومانه که حدود 126 دلار میشه. این تیشرت هم که برند خاصی هم نیستش 380,000 تومانه که به دلار میشه حدود 12.60 دلار. این شلوارک ورزشی هم 260,000 تومانه که حدود 8.60 دلار میشه. این هم لباس تیم ملی فوتبال ایرانه. این تاپ دخترونه هم 175 هزار تومانه که حدود 5 دلار و 80 سنت میشه. دوستای عزیزم حتما نظرتون رو راجع به قیمت لباسهای ورزشی به ما تو قسمت کامنت ها بگین که توی کشورتون قیمت لباسهای ورزشی و کفش و اینا حدود چه قیمتیه. همونطور که بهتون گفتم اینجا جای خوبی برای خرید وسایل کوهنوردی و سنگنوردی و کمپینگ.
شما برای اینکه به این منطقه بیاین میتونید از مترو استفاده کنید. در واقع همون ایستگاهی که بهتون تو اول ویدیو نشون دادم، ایستگاه مترو منیریه، میتونید پیاده بشین و به این منطقه برسین. میتونید از اتوبوس‌های تندرو یا بی‌آرتی خط راه آهن میدون تجریش، در واقع همین اتوبوسی که داره به سمت ما میاد، استفاده کنید و ایستگاه منیریه پیاده بشید. با تاکسی هم میتونید از سمت خیابون ولیعصر یا خیابون ابوسعید یا خیابون کارگر و منیریه به اینجا برسید. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. من دوتا ویدیو از مکانهایی که نزدیک به میدون منیریه هستش تو آخر این ویدیو میذارم که اگر ندیدید و دوست داشتید اونها رو ببینید. مثل همیشه حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو و این محله به ما تو قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه براتون آرزوی خوشبختی و شادی داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.